سرخط خبرها و مهمترین ها. هشدار امریکا و انگلیس به شهروندانشان نسبت به تهدیدهای امنیتی در هتل سرینا. افزایش بیماری های روانی میان زنان و دختران در هرات. منبع اصلی درآمد طالبان مشخص شد. با بی‌رحم‌ترین قاتلین در تاریخ افغانستان معرفی شوید. در ادامه، ماکرون: حمله ما به معمر قذافی اشتباه بود. تیراندازی در امریکا 15 کشته و زخمی به جا گذاشت. تزریق 2 دوز واکسین، شرط عربستان برای برگزاری مراسم حج عمره. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. ایالات متحده امریکا و انگلیس هشدار دادند که تهدیدهای امنیتی در هتل سرینا در کابل وجود دارد. به گزارش سپوتنیک، ایالات متحده امریکا و انگلیس از شهروندانشان خواستند تا هر چه زودتر هتل کابل سرینا در مرکز شهر کابل را ترک کنند. از شهروندانی که در هتل سرینا و یا اطراف آن هستند خواسته شده است که باید فوراً آنجا را ترک کنند. جزئیات بیشتر درباره تهدیدات احتمالی از سوی امریکا داده نشده است، اما از روز گذشته به این طرف شماری از مسیرهای منتهی به هتل کابل سرینا بر روی رفت آمد مسدود شده است. این هتل در مرکز شهر کابل موقعیت دارد و در سالهای اخیر میزبان تعداد زیاد از شهروندان خارجی بوده است. این هجرا در حال از سوی امریکا و انگلیس داده شده است که هیئت امریکایی در دو روز گذشته در قطر در مورد خروج امن شهروندان امریکایی از افغانستان با طالبان مذاکره کرده است. وزارت خارجه امریکا این مذاکرات را منصفانه و حرفه‌ای توصیف کرده است. افزایش بیماری‌های روانی میان زنان و دختران در هرات. آمارهای بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌ای هرات نشان می‌دهد که امسال در مقایسه با سال گذشته شمار بیماران دچار مشکلات روانی در هرات 5% افزایش یافته است. با گزارش اسپوتنیک، همزمان با رسیدن روز جهانی بهداشت روانی، مسئولان بهداشتی در هرات از افزایش 5% بیماران روانی در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته مسئول بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌ای هرات، 70% از بیماران دچار مشکلات روانی زنان و دختران جوان هستند. با گفته او، خشونت‌های خانوادگی، بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران و چالش‌های اقتصادی از علت‌های اصلی افزایش بیماری‌های روانی در نزد دختران و زنان هستند. مسئول بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌ای هرات گفته است امسال آمارهای ما 5% افزایش را نشان می‌دهد. متاسفانه 75% بیماران که مراجعه می‌کنند زنان هستند. به خاطر اینکه ارتباطات زنان و دختران محدودتر شده است، آنان با چالش‌های روانی گرفتار شدند. خشونت‌های خانوادگی، وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مشکلات اقتصادی از علت‌های اصلی بیماری گفته می‌شود. منبع اصلی درآمد طالبان مشخص شد. سخنگوی گروه طالبان در مورد منبع اصلی درآمد دولت تازه تشکیل این گروه صحبت کرد. به گزارش سپوتنیک، ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان و معاون سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ این گروه میگوید تعرفه های گمرکی و مالیات یگانه منبع درآمد طالبان از زمانی که قدرت را در افغانستان به دست گرفتند می باشد. وای در پاسخ به سوال خبرنگار در این رابطه گفت در آینده برنامه برای دریافت درآمد از استخراج مواد مدنی داریم، اما در حال حاضر مالیات یگانه منبع درآمد دولت تازه تشکیل طالبان می باشد. با وجود اقداماتی که در حال حاضر توسط طالبان انجام می شود، وضعیت در اقتصاد افغانستان همچنان دشوار است. این عمدتاً به دلیل این است که طالبان فقط به 0.1%، یعنی 9.4 میلیارد دلار از ذخایر دولتی دسترسی دارند، زیرا بخش قابل توجهی از ذخایر دولتی افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا منجمد شده است. معاون وزارت اطلاعات فرهنگ دولت طالبان و همچنین سخنگوی این گروه اعلام کرد که طالبان هنوز منتظر پاسخ واشنگتن در مورد رفع مسدودسازی دارایی‌های افغانستان است و قبلا از سازمان ملل و بانک جهانی درخواست انجام این کار را کرده است. با بی‌رحم‌ترین قاتلین در تاریخ افغانستان معرفی شوید. رزاق مامون وبلاگ: یما سیاوش با دستور غنی و طراحی امرالله صالح ترور شد.
شفیق همدم، آگاه مسائل سیاسی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل در سال 2013 و مشاور پیشین نیروهای ناتو در افغانستان چنین اطلاع داده است. سیاوش اسناد و شواهد حساس انتقال پولها توسط آقای غنی، بیبی گل، آقای امرالله صالح و اجمل احمدی را از خزانه کشور جمع‌آوری می‌کرد. او به حکم آقای غنی و بیبی گل با طرح ریزی آقای امرالله صالح و همکاری آقای احمدی ترور شد. خون مقدس سیاوش ضایع نشد و بالاخره مردم از این اسرار خبر شده و دزدها نیز فاش شدند. باید استرالیا حساب‌های آقای صالح را، امریکا حساب‌های بیبیگل و آقای احمدی را، سویدن و لندن حساب‌های آقای فضلی و آقای محب را و امارات حساب‌های آقای غنی را منجمد کند. ماکرون: حمله ما به معمر قذافی اشتباه بود. رئیس جمهور فرانسه سیاست گذشته این کشور در ارتباط با آفریقا را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست مشترک با نمایندگان گروه‌های اجتماعی و فعالین فرهنگی منطقه ساحل آفریقا سیاست گذشته فرانسه در ارتباط با آفریقا را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امانوئل ماکرون در این نشست همچنین مداخله نظامی فرانسه در لیبی در سال 2011 را اشتباه دولت وقت فرانسه عنوان کرد. ماکرون در این نشست به این موضوع نیز اذعان کرد که دولت فرانسه در گذشته به حاکمیت هیچ قوم احترام نگذاشته است. یکی از شرکت کنندگان در این نشست سیاست‌های فعلی فرانسه در مالی و حضور نظامی در این کشور آفریقایی را محکوم و شکست خورده عنوان کرد و گفت: می‌خواهم به رئیس جمهور فرانسه یادآوری کنم که آنچه در ساحل اتفاق می‌افتد تنها نتیجه چیزی است که در لیبیا انجام شده است. تیراندازی در آمریکا 15 کشته و زخمی به جا گذاشت. در اثر تیراندازی در یکی از بارهای شهر سنت پال آمریکا 15 نفر کشته و زخمی شده است. به گزارش اسپوتنیک تیراندازی در پارک استریت ترک پارک صورت گرفت. نماینده پلیس این شهر گفته است که در اثر تیراندازی در بار یک نفر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که زن 20 ساله در این درگیری کشته شده، 14 تن دیگر زخمی شدند که عاجل به شفاخانه منتقل گردیدند. ترزیق دو دوز واکسین، شرط عربستان برای برگزاری مراسم حج عمره. عربستان سعودی با صدور بیانیه شرط اجازه حضور عمره گذاران در مراسم حج عمره را ترزیق دو دوز واکسین مورد تایید خود اعلام کرد. به نقل از آریانا نیوز، وزارت حج عمره عربستان اعلام کرده است که شرط مذکور از روز یک شنبه 10 اکتبر به اجرا در خواهد آمد. دوستان عزیز، از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.